تعدادی از مسئولان مرقد جناب سلمان محمدی علیه السلام با مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی مدظله دیدار و گفتگو کردند در این دیدار میهمانان از اوضاع کنونی عراق خونین پیکر و از فعالیت‌های خود در اداره مرقد شریف جناب سلمان گزارشی تقدیم آیت الله شیرازی کردند معظم الله نیز در این دیدار طی سخنانی با اشاره به حدیث سقلین فرمودند بی تردید عامل نزدیک شدن مسلمانان و اتحاد تمام توایف و مذاهب اسلامی در این سخن رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نهفته است و تنها قرآن مجید و اهل بیت علیهم السلام هستند که می توانند مسلمانان را با یکدیگر متحد سازند ایشان تاکید کردند مسلمانان متفق القول هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی در تمام دوران 23 ساله رسالت خود کلمه توحید را تبلیغ کردند و در راه ترویج و ابلاغ آن از هیچ تلاشی فروگذار نکردند اما پس از شهادت ایشان آن شد که قرآن کریم در آیه 144 سوره آل عمران بدان تصریح کرده و فرموده است آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود بر میگردید؟ الله در ادامه بیاناتشان فرمودند رسول خدا در حدیث سقلین فرمودند تمسک جویید و نگفتند بگیرید یا دستاویز قرار دهید و تمسک به معنای پذیرفتن و پایبند بودن با تمام توان بر چیزی است همینطور آن حضرت فرمودند اگر چنین باشد هرگز گمراه نخواهید شد و نفرمودند گمراه نشوید مرجال قدر در پایان افزودند از خدای متعال خواهانم که تمام توایف اسلامی را بر چنگ انداختن و تمسک جستن به این کلمه موفق بدارد کلمه ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی آن را بیان فرمودند و مایه وحدت و همگرایی و همصدایی مسلمانان خواهد شد